40-50 سال پیش که مسجدا و گرد همایی های ماه محرم هنوز به لوس وجود خمینی آلوده نشده بود، یعنی تا قبل از سلطه معاویه و یزیدیان روزگار ما که اسمشون آل خمینی است، در روز تاسوعا از حضرت عباس میگفتند. مراسم محرم و روزهای تاسوعا و عاشورا به هر حال تا حدودی قبل از خمینی خصلت ضد شاهی، ضد ظلم، ضد دیکتاتوری داشت. قبل از اون که آخوندها بتوانند ننگ و پلیدی خودشون رو با سوء استفاده از دین وارد باورها و آیین‌های توده‌های مردم بکنند. به هر حال رسم بر این بود که تاسوعا متعلق بود به پرچمدار و سپهسالار عاشورا ابوالفضل عباس قمر بنی هاشم، اون که وقتی که برای آوردن آب به منظور رفع تشنگی بچه ها و حرم امام حسین به کناره فرات رفت و خودش رو هم آتشی سوزان در بر گرفته بود، آب سرد و گوارا، غلط زنان، موج روی موج، او رو به خود میخواند. دستش رفت تا کفی برای نوشیدن برداره، ولی ناگهان موجی تند از همون گونه که تا به حال زورق وجود خودش رو در طوفان حادثه ها پیش برده بود، در ضمیرش جوشید و خروشید و به یاد یاران تشنکام و جان خستش افتاد و به خودش نهیب زد که ای نفس، بعد از حسین زنده نباشی که او و یارانش آشامنده مرگ باشند و تو آب سرد میطلبی. نه، این با آیین من نمیسازد. به او که در تاریخ ما سیمای یک سوگند به خودش گرفت، سوگند وفا، پاکبازی و جوانمردی، میگویند قمر بنی هاشم، گوش هم میارید که امشب در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است.
تمام این ارزش‌ها درست رو در رو و بر ضد آل زیاد، آل مروان و شمر و یزید و معاویه های دوران ما یعنی که خمینی و آخوندهای خمینی صفت و رژیم است که مظاهر پستی، فرومایگی، دناعت از پشت خنجر زدن و هر چه رذیلت هستند اونهایی هم که اون روز در برابر حضرت عباس و علیه او و بر ضد او تیر می انداختند چنین بودند در منتهای سفلگی و حقارت اما درست در چنین مقاطعی و در چنین سرفصل‌هایی است که مردان و زنان خدا خود رو عرضه می کنند قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق در روز حشر رتبه او آرزو کنند عباس نامدار که دلیران روزگار از خاک کوی او طلب آبرو کنند برای مجاهدین نام حضرت عباس با آیه‌ای که بر بالای شهادتگاه او حک شده فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما معنای به خصوصی هم دارد چون که بذرشون رو امام حسین در روز عاشورا ریخته است قطره ای در دریا و شاخه ای در جنگل در قلب ارتش حسینی که فرمانده و پرچمدارش قمر بنی هاشم بود اصولا امام حسین و عاشورا که پیامش ترسیم کننده مرزهای انسانیت با مادون تاریخ انسان یعنی با دنیای حیوانی است و خلاصه میشه در یک کلام در عقیده و جهاد خواستگاه و سرچشمه عقیدتی و سیاسی و مشخصا مشی مبارزاتی و استراتژی ماست شکستن بنبست با حد اکثر فداکاری هر چه میخواد شرایط تیره باشه تیره و تار اگر که از این شاخص منحرف می شدیم از شاخص حسینی و عاشورایی
چه چیزی از ما باقی میموند جز مشتی سیاسی کار مفلوک؟ یا مثل سایرین بساز و بفروش های سیاسی عاری از شرف و تقوا؟ و پرنسیپ های انسانی؟ راستی اگر که مجاهدین قیام نمی کردند، بر نمی خواستند، 30 خردادی نمی داشتند، میگه چه امتحانی در میان بود؟ و می گفت امام حسین که این که شما دارید زندگی نیست، بردگی است و فساد و تباهی، و همه این نکبت ها را دست ظلم به شما تحمیل کرده. من می روم، من بر می خیزم تا اون دست رو قطع بکنم، دست یزید رو، دست معاویه رو، دست ارتجاع رو. می روم تا ظلم رو نابود کنم. این است راه من و این است هدف من. اونایی که با منند بیاند، و کسانی که سودای دیگری دارند رو به زندگی خود بازگرد. خب اون زمان که هرگز شرایط عینی چنین انقلابی که مادر همه انقلابات است وجود نداشت، اون هم با تعدادی اندک، 30 سوار و 40 پیاده. اما چه سوارانی و چه پیادگانی. حبیب ابن مظاهر در 90 سالگی فرمانده جناح چپ بود، جناح چپ ارتش حسینی. اونقدر پیر که میباید با دستمال چینهای پیشانی رو میبست که مانع دیدش نشه. سفله ای از اون لشکر دعوتش کرد در یکی از فرازهای روز عاشورا و به مبارزه طلبیدش. یکی از همرزمانش گفت حبیب صبر کن، نماز آخرم بخونی. گفت نماز بعدی رو میخوام تو بهشت بخونم. و درو کرد اونها رو درو کردن. میگویند که حبیب 62 مزدور رو خودش به خاک انداخت با همون وضعیت و با همون دستمالی که بر پیشانی بسته بود. گفته بود امام حسین در شب عاشورا که کل حین سالک و سبیلی، هر زنده‌ای رونده راه من است. مجاهدین هم به این دلیل موندند و زنده موندند که راه او رو رفتند، اتمام حجتشون رو کردند، مثلا در مرحله کار سیاسی با رژیم خمینی تا آخر، با 50 و چند تا شهید، با 1000 زندانی سیاسی شکنجه شده، بدون اینکه حتی یک تیر شلیک کنند. اما بعد از اتمام حجت شکر خدا که اون بذری که امام حسین کاشته بود در اعماق قلوب و ذمایر اونها ریشه داشت و جوانه زد.
بگذارید آخوندهای دجال، بگذارید آل شمر و ابن زیاد، امروز از امام حسین کلامی و حربه‌ای بسازند علیه خود او، کاری که معاویه میکرد با پیامبر اکرم که از اسلام حربه‌ای میساخت علیه اسلام و علیه پیامبرش. اما چه کسی نمیدونه که پیام حسینی، پیام رهایی، پیام عزت و افتخار، پیام پاکبازی، پیام شرف و پیام انسانی است. اون زمان هم افراد آگاه می‌دونستند، به دلیل اینکه در اواخر دوران معاویه وقتی که صحبت ولایت عهدی یزید بود، امام حسین بیش از 1000 تن از افراد آگاه و روشنفکران و علمای زمان رو نامه بهشون نوشت، در مکه جمع کرد و رفت اون خطبه و سخنرانی مشهور رو خوند با سرزنش و عتاب و خطاب شدید به مسئولیت اونها که چه نمی جنبید، چرا با این رژیم در مصالحه ایم؟ چرا در مسامحه ایم؟ چرا در سازش ایم؟ تقصیر با شماست. هر کی رو هم سراغ داشت که در زمان پیامبر بوده و پیامبر رو دیده دعوت کرد، اگر نه خودش، اگه خودش فوت کرده بود اولادش رو. خب در چنان شرایطی خیلی با توجه به فواصل و مشکل حمل و نقل، کنگره گذاشتن و گرده همای اجتماع کار بسیار مشکل بود، اون هم از سراسر اون سرزمین پهناور. ولی دست آخر 1000 نفر اومدند که در اون روزگار خیلی زیاد. میگوید بر شما میترسم ای کسانی که خدا بر شما منت دارد، مبادا که بر شما نقمت و دردی از دردهایش را فرود آورد. به تحقیق میبینید که پیمانهای خدایی شکسته میشوند و هراس نمیدارید، عهدها و حقوقها از دست رفتند، اما شما در هراس و ولوله حقوق از دست رفته پدران خود هستید، دنبال جاه و مقام خودتون هستید، حالان که پیمان رسول خدا بی مقدار گشته است. ناتوانان، کوران، ولالها و زمینگیرها در شهرها بی سرپرست افتادند و بر ایشان هیچ ترحمی نمی شود و شما در خور مسئولیت و تواناییتان کاری نمی کنید و نسبت به آن کس هم که وظیفه خود را انجام می دهد اعتنایی ندارید و به مسامحه و سازشکاری و همکاری با ظالمان آرمیده اید. شما در میان مردم در خور بالاترین مصیبتی، بدان که از مسئولیت عالمانه و آگاهانه خود دست کشیدید و ای کاش که در آن راه به کار می پرداختید. شما ستمگران را در مقام خود جا دادید و زمام امور خدا را در کف ایشان نهادید تا به خطا عمل کنند
و در آمال خود پیش بتازند. فرارتان از مرگ و دلخوشیتان به زندگانی گذرا آنها را سلطه بخشیده است. شما اید که ضعیفان و ناتوانان مردم را به ایشان تسلیم کرده اید تا برخی را برده و مقهور خود کنند و برخی را به خاطر لقمه‌نانی بیچاره و درمانده نمایند. در این سرزمین به خواست خود حکم می‌رانند و راه رسوایی و پستی را برای هوای خود هموار می‌کنند. با جباریت خود بر خدا دلیری کرده و زشتی و اشرار را رواج می دهند. در هر شهری گوینده از جانب خود بر منبر دارند، مثل همین نمایش های جمعه رژیم خمینی. در هر شهری گوینده از جانب خود بر منبر دارند و این سرزمین تماماً پایمال آنهاست و بر همه جای آن دست گشاده دارند. مردم برده های آنها و در اختیار ایشانند تا هر دستی را که میخواهند بر سر ایشان بکوبند و نتوانند دفاع کرد. اینانند، همونایی که دم از اسلام میزدند اون روز، هم دستی زورگو و جبار، یعنی دیکتاتور، که نه خدا میشناسند و نه معاد. بر ضعفا و ناتوانان شدیداً فشار می آورند. پس ای عجب، و چرا که تعجب نکنم که زمین در تصرف مردی دغل و ستمکار است و یا باجگیر نابکار یا حاکمی که بر مؤمنان هیچ ترحمی ندارد. و صحبتهاش رو چنین ختم میکنه: خدایا میدانی که اینها را نمیگویم که چندین روز به فرمان روایی برسم. عجب، حالا باید بیاد امام حسین توضیح بدهد که قصدش فرمان روایی نیست. و آرزوی آن را هم ندارم. میدانی که من مشتاق اصلاح آیین تو هستم و خواهان آبادی شهرها و آزادی مردمان. پیامبر جاودان آزادی باید بیاید بگوید که من آبادی و آزادی میخوام و نه فرمان روایی. من نمیخواهم بندگان مظلومت در دست ستمگران اسیر باشند. این ستمگران میکوشند چراغ هدایتی را که پیامبر میان امت برافروخته است خاموش کنند. اما توکل ما بر خداست و به سوی او باز می‌گردیم. این کلام پیشوای آرمانی مجاهدین و مقتدای تاریخی ماست که به جامع ترین صورت با خمینی و خمینی صفتان مرزبندی میکنه. کل و حین سالک و سبیلی. وقتی برای آخرین وداع امام حسین به مرقد پیامبر رفته بود در مدینه، میگویند که خوابی یا چرتی او رو در رو بود، شاید که خیلی خسته بود، خستگی راه و مشغله های اون ایام، و میگویند در خواب دید پیامبر اکرم رو که گفت ان الله قد شاء ان یراک قتیلا، معطل نکرد. از یک مسیر بسیار طولانی از مدینه تا مکه و پیمودن تمام صحراهای عربستان تا رسیدن به آستانه کوفه که اون زمان کانون شورش بود، و
بسیار نامه ها بهش می نوشتند با کلمات شیرین که بیا، همون هایی که بعدن خواهیم دید، فرماندهی جناح چپ و راست ابن سعد رو به عهده گرفتند. کسانی بودند که وقتی تعادل قوا به سود امام حسین بود پیشی می گرفتند در دعوت اون به کوفه و حالا قصد جانش رو کرده بودند. برخی هم نوشتند که جدش گفت که علاوه بر خودت اون طفل کوچک، علی کوچک هم همین مشیت برایش مقرر شده، با اون پرواز کرد. گفتند از بیراهه برو، گفت نه از راه. سر راهش بسیار عافیت جویان ثبت شدند که بیا کوتا، بیا به روزخانی قناعت کن، بیا به گوشه‌گیری، بیا به عافیت. نه